رادیو تصویری صدای آمریکا هستید. رادیو تماشا. در این برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا پس از پخش مشروع اخبار جهان، در برنامه هفتگی پروفایل آقای دکتر مسعود هارون مهدوی، جوانترین شهردار در دوره پهلوی دوم، درباره دلیل شورش مردم توضیح می‌دهد. وقتی یک استاندار و نایب تولیه ای به خودش اجازه بده جلوی رئیس ساواک و رئیس شهربانی گور پدر مردم، وای به حال اون مردم. اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست. همچنان که در جریان هستید و با برنامه های صدای آمریکا آشنا هستید، این رسانه در فرصت های مناسب شخصیت ها و چهره هایی را معرفی می کند که به شکلی سهمی در تاریخ تمدن بشری داشتند. دکتر مسعود هارون مهدوی جوانترین شهردار در ایران دوره محمد رضا شاه پهلوی بود و همکنون مقیم آلمان است. بخش ششم گفتگو با دکتر مهدوی را امروز میشنویم و بخش های بعدی در فرصت های آتی تقدیم می شود. شما یک بار از کرمان به مشهد تشریف بردین و اونجا با انتخابات آزاد مستقیم مردم شهردار شدین. بعد از 18 ماه گفته شد که استعفا دادین، ولی اختلاف نظرهایی که با استانداری خراسان داشتین موجب شده بود. اما چی شد که دوباره شهردار شدین؟ بله، من برگشته بودم تهران، در این فاصله مدیر کل شدم، در این فاصله مشاور عالی وزیر بودم، قائم مقام شدم در سیستان بلوچستان، پست‌های مختلفی رو داشتم تا اینکه مأمور شدم از طرف وزارت آموزش پرورش با سمت بازرس عالی وزارتی که اینجا احکامش تو این کتاب هست، خانم پارسا که از وزارت کنار رفته بودن، ایشون شده بودن قائم مقام شهبانو فرح در مؤسسات فرح. من به اونجا رفتم. در این زمان بود که آقای ولیان استاندار و نایب تولیه خراسان شده بود، این پستو بهش داده بودن بعد از که از وزارت افتاده بود. طرح نوسازی دور فلکه به حساب امام رضا اونجا رو چیز کرد، یعنی به خاطر که شما رو تشخیص داده بودن کسی که میتونین این طرح رو به درستی و مهندسی مدرن پیاده بکنین، دوباره اومدن سراغش. بله، چون قسمت زیادیشو بعد شهرداری انجام میداد، یه قسمتش هم استان غاز مونتاژ. آقای استاندار برای اینکه شهرداری باشه که بتونه با ایشون همکاری بکنه در سازندگی و بتونه این کارو پیش ببره، این بود که دست به دامن خانم پارسا شد و انجمن شهر و اینا، یعنی اول به انجمن شهر، انجمن شهر منو پیشنهاد دادن، بعدم با خانم پارسا صحبت کردم، معلوم خانم پارسا که من قبول شد که با منم صحبت کردن، من بعدم نمیمد برگردم که اون طرحی که نیمه کار مونده بود من ادامه بدم. آشنایی هم با آقای ولیان نداشتم، از خصوصیت اخلاقیش هیچ آشنایی نداشتم، ولی متاسفانه وقتی رفتم بعد پی بردم که من عجب اشتباهی کردم، سه دفعه استعفا کردم، ایشون قبول نکرد و بعد موقعی که علازاد می‌خواستن شاه فقید تشریف بیارن به مشهد، ایشون به من مرخصی داد که چون خسته شدی علازاد هم میان، بری دو سه روز استراحت کنی که اینجا باشی که چون خیلی کار هست. منم قسم بود که دو سه روز یه خستگی در کنم برم به تهران. وقتی اومدم به تهران، ایشون رئیس ساواک تیمسار شیخان رو بر می‌داره روز جمعه انجمن شهر رو وادار به تشکیل یک جلسه فوری میکنه روز جمعه، روز تعطیل. قبلا هم چند تا از اینا رو هم مورد تهدید قرار داده بود و که اینو تحمل کنه. در اون جلسه ما حالا تهران هستیم، به اینا میگه باید شهردار رو برکنار کنه. اینا میگن ما چطور میتونیم یه شهرداری که تمام نوارهایی که ما داریم اینجا ضبط کردیم ازش تعریف و تمجید و ایناست و محبوب ترین شهردار شهر ما، چجور کنیم؟ برمیگرده به دروغ میگه که این فرمان ملوکانه است و اگر علازاد بیان به مشهد مکدر میشن اگر ببینن که این شهردار هنوز سر جاشه. اینها به من زنگ زدن به تهران، گفتم شما صبر کنید، من فردا برمیگردم ببینیم چیکار میکنم، چون میدونستیم که این آدم در پی یک فرصت یه هم چیزیه. خب آخه شما که قبلا استعفا داده بودید. خب قبول نمیکرد، قصدش این بود که یک کسی که جلوش میسته، چون من جلوش ایستاده بودم، من در تمام مسائلی که پیش میمد، مثلا رئیس ساواک و رئیس شهربانی رو همیشه میخواست، وقتی منو میخواست رئیس ساواک یه طرف میشون، رئیس شهربانی تیمسار ایمانی رو هم یه طرف که منو مرعوب کنه، مثلا میگفت برید اینجا رو مثلا خراب کنید، من میگفتم
مثلا اینجا من میکنم به موقع این طرح پیاده بشه، ولی اینا آدمای بیوه‌زن، آدمایی که از نظر مالی وضعشون خوب نیست هستن، ما اینا رو بررسی کردیم از طرف شهرداری، به موقعش این کارا میشه، ولی به اینا اول جا مکان باید داده بشه. این میگفت گور پدر مردم، جلوی رئیس ساواک، رئیس شهربانی. بعد به من همیشه میگفت ژاک شیراک. چرا؟ برای اینکه یه دفعه من تو شورای استان گفتم یکی ژاک شیراک شهردار پاریس، که من که هیچ اختیاری ندارم. گفت ببین ژاک شیراک میخواد مردم براش دست بزنه. گفتم مردم اگه برای من دست بزنن، برای شما زدن، اگه برای شما زدن، عکس شاه رو نشون دادم، گفتم برای ایشون زدن. گفت گروه پدر مردم. وقتی گفت گروه پدر رو، منو گفتم من دیگه ازم درو زدم به هم اومدم بیرون. یعنی وقتی یک استاندار و نائب تولیه‌ای به خودش اجازه بده جلوی رئیس ساواک و رئیس شهربانی گور پدر مردم، وای به حال اومم. دقیقا همینجا هم میرسیم به بخش، یعنی اگر تاریخی پیش رفته باشیم میرسیم به تغییر رژیم، که خب به هر حال شما غیر مستقیم فرمودین که چه عواملی تحریک کننده بود برای مردم، یا نارضایتی ها رو موجب شد، یا به هر حال به انقلاب انجامید. این صدای آمریکا در واشنگتن است.